سلام، سلام. ما دو سه سال پیش که کانال رو شروع کرده بودیم، اون موقع یه سری خاطرات مربوط به فنلاند و اینا رو که تعریف کردیم، یه جاش یادم گفته بودیم که یعنی قول داده بودیم که یه ویدیو در رابطه با اینکه پلاک ماشینمون رو اون موقع تو فنلاند دزدیده بودن در موردش صحبت میکنیم. یه خاطره جالبیه آره دقیقا همینطوره. دیگه، ولی خب نشد، وقت نشد. گفتیم که الان وقت خوبیه که در موردش صحبت بکنیم و بگیم داستان چی بود و چی شد. آره. تو میخوایی در مورد خرید در مورد ماشین اصلا یه توضیح بده میخوایی ها؟ خرید ماشین؟ نه، در مورد خود ماشینه. ما یه ماشین داشتیم، فورد فیستا 2002 بود. 2002 ماشین کوچولو دو در، ولی خب انزی وانت ازش کار میگرفتیم. حالا اگه عکساش رو پیدا کنم میاد تو تصویر میزنم. آره. تصویر خیلی ماشین خوبی بود، خیلی کم خزینه، کم مصرف و چند گرفتیم؟ 1500 یورو فکر کنم گرفتیم. 1400-500 آره 1500 یورو گرفتیم و چقدر فروختیمش؟ 300 یورو 300 یورو فروختیمش. بعد چند سال کار کرد بود دیگه؟ چند سال استفاده کردیم؟ دو فکر کنم زیاد بود. البته ماشین بنده خدا پولش واقعا در اومد. آره یه بار که یکی به من زد، اصلا اونو داریم، خودش 1500 یورو هزینه شد، یاد میاد بیمه؟ بیمه اونا ما بلد نبودیم اولش، بعد گفتیم که بردیمش نمایندگی فورد. خود نمایندگی تعجب کرده بود، بعد اونی که زده بود مقصر بود. از عقب زده بود، بعد بردیم نمایندگی فورد و درست کردن اینا، آخرش قبضه شدیده بودیم. از اینکه بکنم 1500 تا شده بود، خیلی هزینه شده بود. یعنی ماشین داغون رو گفته بودن چرا بردیم نمایندگی فورد پولشون میگرد. بعد یه بارم که ماشین پارک بود، یه من اومدم برم، حالا کار داشتم، اومدم دیدم که بغل ماشین مثلا خورده بود. اون موقع تمیز نبود ماشین، خیلی بد نشون میداد. بعد هی منتظر بودیم که خب چی شده، فکر کردیم چیکار باید بکنیم. یه ذره اون دور و بر نگاه کردیم، کسی نوت و اینام ننوشته بود. خلاصه زنگ زدیم پلیس. پلیس هم اینجور مواقع چون چیز اضطراری نیست خیلی لفت میده بیاد. تو فنلاند کلا سیستم اجرا نمیدونم اسپانیا چه جوریه، بقیه کشور چه جوریه، ولی قشنگ من وایسادم اونجا. فکر کنم اینجوری یه سایه سفانیم طول کشید. البته میدونی چیه، ما بازم نمیدونستیم، نیازی نبود پلیس بیاد، فقط باید به بیمه میگفتیم این تو پارکینگ بوده و اینطوری شده. البته ما بیمه بدنه نداشتیم اونو. نه بیمه فول بدنه نداشت. سال اول خریدیم، بعد دیگه نخریدیم. آره ولی خب منظورم اینه که مثلا حتی معنی که تصادف کرده بودم، یکی از پشت به من زده بود، اونم نیاز نبود من وایستم. چون من قشنگ یادم یک ساعت وایستاده بودم تا پلیس بیاد، بعد پلیس اومد ریپورت نوشت، اونم نیازی نبود پلیس بیاد. اون یارو خودش با ما هماهنگ میکرد، میگفت آقا من مقصر منم. تو هم یادم یه پسر جوون پدر بود، اون فنلاندی بود، اون باید میگفت، تو که نمیدونستی. اونم چیزی نبود، اونم جوون بود، نمیدونست، اون هول شده بود، فکرم تازه رانندگی داشت میکرد. دیگه خلاصه این که زنگ زدم پلیس. آخه میدونی این خب باید یه جوری ثابت بشه به کجا زدی. پلیس باید فکر کنم اینجور مواقع بیاد. تو ممکنه زده باشی خودت به یه جایی و بری به بیمه بگی که مثلا ما همین هوندا رو چند بار خب توی چیز پارکینگ خب بیمه بدنه ما داشتیم. آره ما تو پارکینگ اگه داشتیم باشی. آره. اگه داشت ولی زنگ زدم پلیس و یه ساعت خورده بعد اومد و بعد پلیس اومد گفتش که میدونی بغلت کی پارک کرده. گفتم یه ماشین اطلاعی ندارم. بعد خودشون هم زنگ زدن به اون حالا شرکتی که اونجا هاوسینگ کمپانی اونجا که اجاره میداد که آمار در بیارن ببینن این کیه. بعد یهو یه زنه از توی بالکن شروع کرد با پلیسا بلند بلند صحبت کردن و فلان و اینا. فکر کنم نه فنلاندی بود، ولی مرده بهش میخورد دوست باشه، یعنی راننده که حالا اون کسی زده بود. بعد پلیس گفتش که این خانومه میگه شوهر من زده و گفته مشکل نداره و این بعدا میاد واسهتون بیمه رو مثلا با هم دیگه انجام میدوده اینا. بعد جالب بود واسه من، میخواستم بگم خب آقا شوهر تو زده، اولا که تو قطعا دیدی من یه ساعت خورده یه دور ماشین، نه پلیس اومده اومده اینجوری گفته دیگه، دیدی من یه ساعت و نیم دور ماشین دارم میچرخم، چرا نگفتی؟ دوم اینکه اگه شوهرت زده یه نوت بعد میمیش پشت شیشه میذاره که آقا من صبح زدم عجله داشتم فلان اینا. شوهرت به هوای اینکه یه وقت من یه درس نبینم بگذریم. اونو دیگه ما چیز کردیم، به بیمه زنگ زدیم گفتیم اینجوری، یعنی بونوسش میپره فکر کنم. نه آره دیگه بونوس بونوس میپره. زنگ زدیم بیمه و یعنی با یارو هماهنگ کردیم. بیمه گفتش که آره مثلا میتونیم ببریم تعمیرگاهی که میخوایم. ما گفتیم مثلا خب بخوایم خودمون پولشو بگیریم چقدره؟
که گفت عکس بفرست، آره عکس عکس فرستادیم فرستادیم و گفت 950 یورو، یه همچین جدایی. همچین آره رقمی. بعد ما هم گفتیم که باشه میگیریم و خب هیچ وقت هم درستش نکرد. بعد نه تو رفتی پرسیدی از تعمیرگاه که چقدر میشه، گفتن 400 یورو یه همچین تعمیرگاه زیادی در و داغون بود، نداره. اما دیگه نمایندگی نبودن، ولی درست نکردیم در درست کل. نگه و تمیز کردیم رفت. خیلی بهتر شد تمیز وقتی که کردیم، چون کثیف بود ماشین خیلی بد نشون میداد، ولی تمیز کردیم اوکی بود دیگه. بعدش هم دیگه درست نکردیم و ماشین رو فروختیم 300 یورو. در واقع بخوایم بگیم پولش در اومد بنده خدا، ماشین خوبی بود. ولی خب پیشنهاد نمی کنیم خریدشو، حالا چون بعضی مثلا الان ویدیو رو ببینن مثلا میگن فور از نظر بدنه و اینا ضعیف بود، یعنی ولی خب از نظر هزینه خیلی پایین بود، آره خیلی مثلا خیلی پایین بود، لوازمش و قطعاتش اینا خیلی خیلی ارزون بود. ولی پیشنهاد نمی کنیم چون توی فنلان زنگ زدگی و اینا زود اتفاق میفته واسه ماشین های فورد. حالا بریم سراغ پلاک دزدیدن. بفهم. ما هلسینکی بودیم، بعد یه روز میخواستیم پست یه بستر رو، یعنی اومده بود که بریم بگیریم، برف هم بود هوا. بعد سوار ماشین شدیم و رفتیم اونجا که رفتیم، حتی پیاده شدیم بستر رو گرفتیم برگشتیم، بعد دیدیم ماشین عجیب شده قیافش، دیدیم چی نداره، پلاک نداره، نه جلو نه عقب، دو تا پلاکاش نبود. حالا جالبه بعضی وقتی اتفاقی واسه میفته تو ذهنت هزار تا چیز مثلا شک میگیره که مثلا چی شده اینا. من همون لحظه که مثلا از پست اومدیم پلاکو دیدم نداره، تو فکرم رفت این که خب ما دیروز کجا رفته بودیم، رفته بودیم مثلا فلان جا، نکنه من بد جا پارک کرده بودم، مثلا یکی اومده عصبانی شده پلاک. من فکرم تو این من چیزا رفت، اصلا فکر دزدی نبود. من فکرم رو رفت که مثلا پارک کردیم گرفته به برفا یا مثلا کنده. کنده شده و اینا، که دیگه تا رفتیم پشت ماشین دیدیم که پلاک پشت هم نیست. دیگه گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، رفتیم پلیس زنگ زدیم. زنگ زدیم به پلیس گفتیم اینطوری شده، گفت باید برید به پلیس پاسیلا بود، نه یادم نمیاد، باید برید اونجا اطلاع بدید که پلاکتون گم شده. من زنگ زدم پلیس، حالا جالب بود اون موقع واسه اولین باری متوجه شدم که همون موقع که زنگ زدم 112 ازم پرسید لوکیشن تو میخوای شیر کنه، زدم آره میخوام شیر کنم، اونم نکته جالبی بود. بعد دوم اینکه به پلیس گفتم اینجوری شده، بگو آره احتمالا پلاکت رو دزدیدن. خیلی چیز عادی بود برای ما، جالب بود، یعنی من خودم گفتم یعنی چیز خیلی طبیعیه، گو آره اتفاق میفته اینجا. بعد فهمیدم که دوچرخه دزدی و پلاک دزدی تو فنلان اتفاق زیاده. زیاد میفته مثلا مخصوصا فکرم تو هلسینکی. آره دیگه سمت لاپیرانتا هم زیاد بود چون دوچرخه رو میبودن سمت روسیه، حتی خود فنلاندی ها میدوزدن، یعنی حالا اینجوری نباشه که بگیم مثلا مهاجرین بودن، فنلاندی ها میدوزیدن مثلا یه بیزینس فکر کنم. بعد هیچی، رفتیم پلیس و اونجا ریپورت رو پر کرد که مثلا هر گفت که مثلا کجاها رفتید با ماشین، از کی فهمیدید که نداره و چیزی که ما مثلا گفتیم نمیدونیم واقعا از کی پلاک گم شده، که گفتیم مثلا ما دیروز مثلا رفته بودیم فلان جا. اینجور من واقع چیزی که حالا من تجربه که شنیده بودم این بود که بهتره همین که یه جوری نمیدونم و بذارید توش، همین که مثلا یه ذر حتی زود جلوتر هم بگید که ماشین دزدیدن، که احیانا اگه یه وقت ممکنه یه درصد اشتباه هم کرده باشی اتفاق بیفته گردن خودتون رو نگیره. درست. که والا واسه ما هم یه چیزی افتشه. یه اتفاق تا که میگیم در ادامه. نیست دیگه ریپورت رو پر کردیم و دیگه گفت که باید برین دوباره پلاک بگیریم، درست میگم؟ که بعد که بریم دوباره پلاک بگیریم رفتیم و یه فرداشینا بود، درست میگم؟ آره رفتیم پلاک گرفتیم دوباره. تو همون پروسه دنبال کاتساسوس بودیم چون تعطیل بود همه جا، که اون کاتساسوس ایرانی رو پیدا کردیم. همینجور این ور این ور تا تکسکوس اون ور رفتیم، بعد یه کاتساسوس ایرانی پیدا کردیم که ویدیوش هم هست توی یک کانال. آره انجام نمیداد تعویض پلاک اینطوری ها، که دیگه افتاد واسه فرداش که دوشنبه بود فکر کنم، که یه جا دیگه رفتیم و یارو گفتیم پلاکمون اینا فلان، دست که اون پشت پلاک گذاشت گفتیم همین. دو تا آپشن داشتیم، یکی این که گفت اگه بخواین همون پلاک رو بگیرین آره. میتونین ولی باید صبر کنین، هم باید صبر کنین، گفت هم درد سرش اینه که پس سردامین یارو هنوز داره از اون پلاک استفاده میکنه، هی واسه تون مثلا جریمه و اینا میاد، گفت آره. ترجیح اینه که پلاک عوض کنین. آره که اصلا دست کرد اون پشت کشو باز کرد یا دو تا پلاک گذاشت و گفت برید. هزینه‌ش هم یادم 16 یورو شد برای تعویض پلاک، همون بغلش هم یه یارو بود پیچ میکرد ولی اونم فکر کنم یه 20 یورو اینا گرفت، بس ولی خیلی سریع بود، خیلی واسه اون جالب بود که اینقدر سریع پلاک هم موقع داد، که
یه چیز جالب تر این که ما گفتیم خب حالا چیز کنیم دیگه، بریم به بیمه بگیم که پلاکمون عوض شده، یا مثلا جای دیگه اطلاع، ارگانای دیگه اطلاع بدیم که پلاک عوض شده و اینا، که لاگین کردیم توی مثلا حالا ایف بود نمیدونم بیمهمون چی بود، و دیدیم که اصلا پلاک عوض شده تو سیستم، و خیلی جالب بود واسه اون که چه به چه سرعتی اینا همه اطلاع چی با هم رسانی شده، به کانکته. هم کانکته و سریع پلاک عوض شده. یه چیز دیگه، موقع تعویض پلاک من به یارو گفتم آقا یه پرچ بزن، یه چی بزن در نیار، گفت این کار به ضرر خودته، گفت یو پل سپرت هم میشکنن و اینا، بهتر همین معمولی باشه راحت هم در بیاد، واسه کم هزینه تره راست میخواد مثلا یکی میخواد به دوزه. گفت آره، بدزده گفت اینجوری کم هزینه تره واسه، یا تا اینکه مثلا بزنه سپرت هم بشکنه و اینا. گفتیم که باش. بعد دیگه چی شد؟ دیگه گذشت و گذشت. آها این زمستون اتفاق افتاد، درست میگه؟ آره. بعد ما واسه عید رفتیم ایران، واسه عید رفتیم ایران و برگشتیم، کلی هم نامه و اینا آمده بود. بعد دو تا نامه خیلی قیافش مشکوک بود و اینجوری، بعد نگاه کردیم چی شد؟ هیچ باز کردیم دیدیم جریمه اومده، جریمه دو اومده و تا نه 60 یورو اینا زیاد بود. آهای جریمه بود جریمه و جریمه. جریمه جریمه. آره بعد نگین گفتش که این کجا بوده، چی شده و فلان، حالا آدرس رو آخه داریم چک تو میکنیم. یه روز قبلش رفته بودی یه جایی، اون همون موقع ها آره. ماشین تو سیتی سنتر پارک کرده بودی، بعد من گفتم این حتما اونجا جریمت کردن پارک، این جریمه کار توه. دیگه خلاصه چیز کردیم، تاریخش رو نگاه کردیم، دیدیم اه تاریخش واسه همون موقع است که پلاکو دزدیده دزدیده بودن. بودن. گفتیم اوه اوه، حالا اینم درد سر میشه، 2 ساعت بعد حالا بریم این ور و اون ور کاغذ بازی و اینا. زنگ زدیم پلیس، جریمه نه، جریمه از پلیس نبود، جریمه مال یه شرکت شرکت خصوصی بود، شرخر بود. نه یه همچین چیزی آره، بود. یه شرکتی بود که مثلا وقتی که جریمه تو پرداخت نمی کنی دولت میده دست اونا، یه همچین چیزایی بود فکر کلا کنم، همه سیستم فنلان خیلی اینجوریه و خیلی هم میدن خطرناکه. شرخر. آره، اگه مثلا بعضی ها میگن خب ما جریمه شدیم، من خیلی تو این چیز پیج فیسبوکی خوندم که میگفتش که مثلا من جریمه شدم ولی واقعا جریمه حقم نبوده، نمیخوام پرداختش کنم اینا، درسته که همین مثلا آقا پرداخت بکن، که اگه پرداخت بعدم برو شکایت کن، چون اگه پرداخت نکنی یه سیستم دارن شرخر قانونیه که شرخر دولتی. داره قانون قشنگ قانونی، حقشون هم میگیرن، پول خودشون هم میگیرن، اون پول هم ازت پس میگیرن و هر بار هم که ندی همینجور جریمه خیلی میاد میاد روش. روشه که ما نه چیز کردیم، زنگ زدیم به خود اون شرکته، چون هی داشت باز دوباره نامه اومد یه دور دیگه هم که بیام چیز کنیم این پولش رو بدین و فلان و اینا. ما زنگ زدیم به همون شرکت شرخره یا ایمیل دادم بهشون، بعد نامه که پلاکمون دزدیده شده هم دادیم و گفتیم که اینطوری، ما این ما نبودیم این خلاف، و دیگه گفت باشه اوکیه نمیخواد اونم بریم. خیلی راحت بود، یعنی آره درد سر نداشت خیلی خداش. فعلا خوبیش اینه که همه چی با تلفن و ایمیل خیلی راحت انجام میشه، و خب هنوز سیستم اعتماد هست، مثلا خیلی نمیگن خودت بیا انگوش بزن یا نمیدونم حضوری فلان کن، سیستم هست و اینکه خب قانون هم همه چی مشخصه دیگه، میدونن مشخصه. اگه تو مثلا علکی بگی پس فردا بدجور خفته میکنن آره یعنی. چون که سیستماشو خیلی چیزه، خیلی به هم وصل، همه جا و همه چی به هم مرتبطه، و به خاطر اینکه جمعیتشون هم کمه، خب اگه مثلا مثل حالا اسپانیا یا ایران جمعیت زیاده، همچین سیستمایی شاید به راحتی نتونن چیز کنن. در کل خاطره جالبی بود، جالب از این نظر که حالا چون همیشه گفتیم امنیت فنا خیلی بالاست و اینا، مثلا یه همچین چیزی و اتفاق افتاد خیلی برامون عجیب بود و حالا گفتیم حالا اینا میگم. میگفتن که پلاکم تو گفتی که میدوزن، چرا میدوزن؟ بنزین یکی میگفت، من پلیس هم موقع پرسیده بودم آها گفتش راست که میگه، پلیس گفت گفت میرن باش بنزین مثلا میزنن نشانه و مثلا میدن. جلوی ماشین نصب میکنن و بنزین میزنن، یا مثلا جایی که پارک میکنن این کارا اینجوری میکنن. من گفتم اما پلیس گفتم، گفتم من نگران این بودم که مثلا قاچاق مواد مخدری آدم جابجا بکنن و ممکنه. هیومن ترافیکینگ و این کارا بکنن. گفت نه بیشتر هم این بنزین میزنن و نمیدونم این چیزا اینجوری. خب امیدوارم که امیدواریم که این ویدیو واسهتون جالب بوده باشه، خاطره بود که دوست داشتیم براتون بگیم، و اگه خوشتون اومد لایک کنید ویدیو رو و سابسکرایب هم یادتون نره. مراقب خودتون باشه، تا خدافظ. آسمونا خوب باشه.